کوچ های مسلح در ولسوالی مرامور ولایت دایکندی طی چند حمله مسلحانه بالای باشنده های محل دو تن را کشته و زخمی نمودند. منابع مردمی بر رسانه ها می گوید که در پی دو رویداد جداگانه دو تن از باشندگان ولسوالی مرامور ولایت دایکندی توسط کوچی ها کشته و زخمی شدند. منابع مردمی میگویند که کوچه های مسلح بعد از ظهر روز چهارشنبه نوی بلا یک باشنده روستای برکر ولسوالی مرامور ولایت دایکندی را به گل و لب هستند. با گفته منابع محلی این رویداد زمان اتفاق افتاده است که کوچه ها با رمه هایشان بالای کشت و زراعت مردم در روستای برکر حجوم برده بودند اما مردم محل مانع آنها شدند. با گفته منابع این باعث ایجاد جدال بین کوچی ها و باشنده های محل گردید که در آن زمان یک باشنده محل به نام محمد با کوچی ها جر را بحث نموده و در نتیجه یکی از کوچی ها با فیر صلاح او را به قتل می رساند. به گفته منابع محل اکثر از کوچی ها در این مناطق مسلح آمدن و در صورت مانع مردم محل از تخریب کشت و زراعتشان توسط آنان کوچه ها بالای آنها زورگویی می کنند. با این حال منابع در ولسوالی میرامور میگوید که اداره این ولسوالی هیئت راجعت بررسی موضوع به ساحه فرستادند گفتنی است که در یک رویداد دیگر در پی حمله مسلحانه کوچی ها بالای باشندگان روستای آبزاور علی و دنداب این ولسوالی یک از باشندگان محل به نام رجب ابراهیمی از ناحیه شانه به شدت زخمی شده است به گفته یک از باشنده های محل شمار از باشندگان این دو روز, روز دوشنبه هفته سنبله به ساحه دبقر که هم سرحد با ولسوالی اجرستان ولایت غزنی می باشد به با منظور جمع آوری گندم های للمی به ساحه رفته بودند که از سوی کوچه های ترخید دایه مورد حمله مسلحانه قرار می گیرد. به گفته وی باشندگان محل از ترس کوچی ها به کوه های اطراف للمیزارها پناه بردند و تا تاریک های شب در آنجا پنهان شده بود. به گفته یکی دیگر از باشندگان محل در رویداد دیگر مردم روز سهشنبه 8 سنبله شمار از مسافدان و بزرگان را نزد کوچی ها فرستاده تا از نزدیک با آنها صحبت نمایند. اما آنها دوباره به تیراندازی پرداختند که در نتیجه یک تن از باشندگان میرامور زخمی می شود. بعضی منابع دلیل برخورد کوچه ها با باشندگان ابزار و دنداب را خصومت های سالهای قبل و دعوا بر سر زمین ها انوان می کند. با این حال داره محل دایکندی در پیوند به این رویداد ها نشان نداده و براسانه ها ابراز نظر نکرده است. این واقعی جدید از زرگای کوچی ها بالای باشندگان محل در مناطق از ولسوالی های دایکندی غزنی میدان وردک و پروان نمی باشد بلکه در سال جاری در این ولسوالی ها تنش‌های های زیاد بین کوچه ها و باشنده های محل وجود داشت که اکثر از باشنده های این ها کوچه ها را به زورگویی توسط سلاح متهم می این سه اومین فردی است که در سال جاری در جدال بین کوچه ها و مردم محل کشته شدند قبلا نیز دو تن دیگر در ولسوالی های بهسود و جلریز ولایت میدان وردک در این جدال ها کشته شده بود همچنان از آغاز سال جاری تا کنون ده ها تن دیگر در این جدال ها زخمی شدند.